توجه کنین به خبر تازه‌ای که همکنون به دسترس ما قرار گرفته است. حمله با احمد سعیدی. آقای احمد سعیدی چندی پیش با وزارت داخل خبر داد که جانش در خطر است و او را تهدید به مرگ کردند. اما امروز در مکرین سوم از یک سوء قصد جان سالم بدر برد. منابع میگویند که یک محافظ آقای سعیدی زخم برداشته است. این در حالی است که روز پیش او درباره مقرری آقای محقق نوشت آیا رئیس جمهور غنی محور مقاومت خواهد شد؟ فکر نکنید که فلان ناراض و یا مخالف هست. حاضر به پذیرش تقاضای رئیس جمهور نمی شود. هر کس حاضر است چون سیاست در افغانستان سیاست باجگیری است، هیچ خط و مرز ندارد. نه سرخ نه نارنجی و نه هم کسی پل‌های پشت سر و پیش رو را شکستن نه. همه پل‌ها با ستون امتیاز در یک شب جور می شود. شما شاهد هستید که آقای محقق با اسب چاق چندین بار از بالای پل باریک و قاق گذشت ولی نشکست. اما اینکه این بازی ها و معامله چه تأثیری بر زندگی مردم دارد، زمان جواب خواهد داد. فکر میکنم برای مدت ها مردم افغانستان سزاوار همچون رهبرها هستند، خدا دیده و داده. ببینیم که کدام شیر از پنجشیر و یا خادم دین از شمالی در کنار دوستم و محقق خواهد آمد تا رکن سوم مقاومت را تکمیل کند. سپاس از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین. وقت شما خوب و خوش باشه. بدرود.